دوازده شهر از میزبانی فدراسیون جام جهانی لذت بردند. روسیه در حال ارائه منظره دوستانه است. اما فعالان حقوق بشر از بازدید کنندگان خواستند تا کم امیقتر به کاوش مسئله بپردازند. تانیا لکشینا، رئیس برنامه های دیدبان حقوق بشر گفت پیام ما به علاق ورزش این است که یک اندازه از وقت خود را صرف آن نمایند تا در مورد بحران امروز حقوق بشر در روسیه معلومات حاصل کنند و در مورد ای که در واقع در میان زرق و برق تورنمند ها می گذرد توجه داشته باشند. رئیس برنامه های دیدبان حقوق بشر علاوه کرد شهروندان روسیه از حقوق خود بر صحبت آزادانه و آزادی اعتراضی محروم هستند و مردم در واقع به خاطر پست مطلب مانند کریمیه از روسیه نیست و امثال آن به زندان میروند. دیدبان حقوق بشر وضعیت در روسیه را به عنوان بزرگترین بحران از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق توصیف کرده است. اویب تیتیف رئیس گروه حقوق بشر میموریال در جمهوری چچن روسیه بر اساس اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده است که حامیان او میگویند حقیقت ندارد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قبل از سال 2014 و المپیک زمستانی سوچی دستور داد که چندین زندانی سیاسی آزاد شود مخالفان امیدوارند که این حرکت را تکرار کنند لوکشینا اضافه می کند ما تایید فیفا را حاصل کردیم که رهبری این سازمان درگیر این مسئله است و امیدواریم تا نتیجه مثبتی در داشته باشد برخی ها احساس می کنند که فیفا باید پیشتر رود. میزبانی مسابقات جهانی روسیه مسائل مهمی را برای سازمان دهندگان فیفا و برای جهان فوتبال به طور کلی مطرح می سازد که آیا با کشورهای دارای پرونده های ضعیف حقوق بشر تورنمنت های مسابقات اهدا شوند یا خیر؟ فیفا در رابطه با درگیر شدن با مسئله روسیه پافشاری دارد. گیانی اینفانتینو رئیس فیفا اظهار داشت پیشرفت اساسی از لحاظ حقوق بشر و نحوه برخورد با سوالات حقوق بشر از طریق فوتبال و از طریق یک رویداد مهم مانند جام جهانی صورت گرفته است. در روز گشایش مسابقات جام جهانی فوتبال پیدر تاتچل مدافع حقوق امجنسگرا پس از اعتراض که در آن خواستار تحقیق در مورد شکنجه و ناپدید شدن چند امجنسگرا در چچن شده بود در خارج از کرملین دستگیر گردید در سال 2007 تاچل توسط نیو نازی ها در مسکو مورد حمله قرار گرفت و آسیب های جزئی مغزی را متحمل شد در یک فاصله پیادروی کوتاه از کرملین خانه های تنوع گنجانیده شده تا فضای امن برای سایر اقلیت ها را فراهم کند که برای برای بازی ها می پیول یک تن از مبارزان شبکه مساوات می گوید این خانه یک راه ابراز به جهان فوتبال و جامعه روسیه و به همگان است که گفته شود اقلیت ها بخشی از بازی ها و بخشی از جامعه اند. حراس از آن می رود که هنگامی که فوتبالرها و طرفداران آنها به خانه بر می گردند سرکوبی حقوق بشر روسیه شاید بیشتر شود.